اعضای گروه جی 7 در نشست مشترک در شهر هیروشیما ژاپن از امارات اسلامی خواستند که برای ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان گام های مهمی را بردارند. کاخ سفید به نقل از بیانیه گروه جی 7 نوشته که رهبران این گروه از طالبان خواستند تا برای مشارکت در گفتگوی معتبر ملی و فراگیر تحت رهبری افغان ها گام بردارند و در آن همه افغان ها بتوانند اشتراک کنند. از سوی هم آنان محدودیت های وضع شده برای زنان و دختران در افغانستان را نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادی های اساسی از سوی امارت اسلامی دانسته و تقاضا کردند که طالبان باید این تصمیم های غیر قابل قبول به ویژه محدودیت علیه زنان و دختران را لغو کنند. اعضای جی 7 همچنین خواستار عملی کردن تعهد امارت اسلامی در راستای مبارزه با تروریسم شدند. حالا علی‌رغم رد این درخواست ها از سوی امارت اسلامی، ادامه آن بیانگر چیست؟ و با وجود عملی نشدن این تقاضاها در افغانستان چرا مکانیزم های دیگری روی دست گرفته نمی شود؟ بحث امشب زاویه است. سلام بر شما، به زاویه امشب خوش آمدید. من قاسم عادل‌زاده هستم. مهمانانم در این بحث خانم مریم معروف آروین، فعال سیاسی از طریق خط اسکایپ در برنامه وصل هستند، و همینطور آقای دکتر صمیم شمسی، کارشناس سیاسی اینجا در استودیو حضور دارند. مهمانان به بحث خوش آمدید. آقای شمسی، بحث با شما شروع میکنیم. علی‌رغم رد درخواست ها و عمل نشدن آن در افغانستان، میبینیم هنوز ادامه داره و درخواست میشه که حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شه و حقوق زنان تامین شه. یعنی چی؟ سلام بر شما، به نام خدای متعال و بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیونی راه فردا و بانو مریم معروف، آرزو می دارم همه شما صحت و سلامت باشین. طوری که شما می دانین، حکومت و نظام مکلف به چند نقطه است. برآورده شدن خواست های اجتماعی، فردی و حقوق اساسی اتباع کشور، مگر ای که او خلاف موازین به حساب خلاف موازین شرعی و قوانینی که در یک مملکت نافذ میشه خلاف از اون نباشه. تا هنوز شما میبینین که ما در افغانستان هیچ گونه قوانین مدون و قانون ثابت مانند قانون اساسی، قانون جزا و برخوردهای اجتماعی به صورت مجموع به شکل یک قانون با وجود نیامده که اتباع افغانستان و شهروندان افغانستان خود با اونمو قانون عیار بکنه. درست. پس به این لحاظ ایجاب میکنه که حکومت افغانستان رفتن بانوان با وظیفه حقوق اساسی و حقوق مشروع و قانونی شان است. تعلیم دختران و بانوان یک حق اساسی و حق شرعی و انسانی و اسلامی شان است. درست. و همینطور پانتون و سایر موارد. شما میبینین در یک جامعه ای که در تمام دنیا جامعه از زن و مرد تشکیل شده، خب یک زن میخواهد در بیرون کار کنه، توانایی داره، پتانسیل داره، ظرفیت داره، خانواده به او ایجاد مشکل نمیداشته باشه. من فکر نمی کنم وقتی که خانواده اجازه میده که همسرش یا دخترش یا مادرش برای وظیفه اجرا بکنه، یک کسی دیگه مانع از این کار شود که نه، شما را اونا اگر میمونه هم ما نمیمونه. درست. یعنی از لحاظ اجتماعی تو یک چیز وجود نداره. و عمو تو من فکر می کنم که اگر امارت اسلامی افغانستان میخواد که یک حکومت پایدار، یک حکومت مشروع و یک حکومت همه جانبه در افغانستان داشته باشد و از یک طرف رضایت اتباع افغانستان با خود داشته باشد و از طرف دیگر رضایت جامعه جهانی و کشورهایی که افغانستان در سطوح مختلف همکاری میکنند و همکار است. شما فراموش نکنین اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا نزدیک به 2 سال است و بیشتر از 2.5 میلیارد دلار است که تا کنون به افغانستان کمک کرد. و کشورهای همسایه بیش از 5 میلیون، 4 میلیون، 3 میلیون اتباع افغانستان به خود جا داد.
اینا نیازمند یک روابط اجتماعی و یک روابط دیپلماسی و یک سیاسی است که حداقل ما هم با درک اینمی حقیقت که در افغانستان تحول آمد و مشکلات ایجاد شد، صدها هزار میلیون ها افغان به هر دلیلی که بودن یا تهدیدات امنیتی بودن یا مسائل معیشتی بودن یا حداقل به خود لازم ندیدن در افغانستان بپاین و باشن، اینا افغانستان ترک کردن. تشکر آقای شمسی. گپ اینجاست که موارد و مسائل را که شما در جریان صحبت‌های خود اشاره کردین از قبیل حقوق اولیه بانوان، درس، تعلیم و همچنان قانون، تشکیل یک قانون مدون و نافذه در کشور، این موارد هنوز، این مسائل هنوز تحقق نیافته و با درخواست هایی که در این موارد شده، در این زمینه شده، به خاطر تحقق این موارد و این مسائل هم توجه صورت نگرفته. علی رغم رد این درخواست ها، علی رغم که به این درخواست ها توجه صورت نگرفته و عملی نشده، چرا این درخواست ها هنوز هم ادامه داره؟ یعنی چی بیانگر؟ چی است ادامه این درخواست ها؟ خب من میخواستم سر این موضوع بیایم، همین که شما اشاره کردین، ما آهسته آهسته میخواستم به این موضوع وارد شوم، حداقل کسانی که این بحث گوش میکنن هم متوجه شوند و امارت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان هم متوجه شوند. این حال وقتی که ما میخواهیم مهاجرین ما بره، وقتی که ما میخواهیم دنیا ما را کمک بکنه، وقتی که ما میخواهیم در تمام تعاملات سیاسی و بین المللی و اجتماعی داشته باشیم، وقتی که ما میخواهیم نمایندگی های ما در تمام کشورها باز باشه، پس اونا هم بعضی خواسته های معین و مشخص و مطابق با اساسات و کلتور افغانستان دارن که ما هم باید بپذیریم. هدف از ما امارت اسلامی افغانستان است. حکومت فراگیر یک امر ضروری است. البته حکومت فراگیر دو معنی داره. یکی است که یک عده حکومت فراگیر اتو بررسی میکنه که گویا امو چهره های و امو کسانی که افغانستان در اینمی تو یک بحران رساندن، حالا به اثر نادانیشان بودن، به اثر مداخلاتشان بودن، به اثر اضافه خواهیشان بودن، به هر دلیلی که بود، افغانستان با یک نظام مکمل، با نیروها، با کمک ایالات متحده آمریکا، با آمدن 47 کشور از دنیا در افغانستان، اینا با میلیون ها دلار، حتی به گفته آقای ترامپ که یک عدد بالاتر که 1000 میلیارد از اون میشه، ایده اشاره میکنه که ما اینقدر پول دادیم. درست. با اینمی قدر آمدن پول، افغانستان سرک نداره، افغانستان برق نداره، افغانستان آب نوشیدنی نداره، افغانستان شرکت نداره، فابریکه نداره. این حال بودن از اونا و آمدن اون مردم در حکومت کار غلط است. درست. ولی ما یک عده افغانهای متخصص و متعهد و از امی کشور داریم، خارج از کشور داریم، که اونا هیچ گونه بک‌گراند منفی در راستای افغانستان و مردم افغانستان نداره. باید از اونا به خاطر پیشبرد حکومت از تخصص و تعهدشان استفاده شد. اینی وقت است که هم افغانستان به یک آبادی میرسه و هم جامعه جهانی متوجه میشه که در افغانستان یک نظام آمد. در غیر از اون من فکر میکنم اینمی خواسته های دنیا و ملل متحد ادامه میداشته باشه تا زمانی که امارت اسلامی افغانستان ایر لبیک بکنه. خیلی تشکر آقای شمسی. میایم به شما خانم آروین. باز هم شما رو به برنامه خوش آمدید میگیم. نظر شما در پاسخ به این پرسش چگونه است؟ ادامه این درخواست ها بیانگر چیست با وجود اینکه به این درخواست ها توجه صورت نمیگیره؟ با سلام و درود مجدد به شما، همه بینندگان خوب شما، مهمان گرامی شما، جناب شمسی صاحب بزرگوار، به نام خدای حق، عدالت و آزادی، با سلام دوباره. باید عرض بکنم که افغانستان در شرایط کنونی قبلتر از هر چیز دیگر واقعا نیاز داره که ما روی نو نظام یک تفکر دقیق و اساسی داشته باشیم. در شرایط کنونی افغانستان که در کنار پشت برام زن اقوام دیگر، زبان‌های دیگر، ارزش‌های اقوام دیگر، مذاهب دیگر و همه قسم تمامی ارزش‌هایی که مرتبط به اقوام دیگر هست در افغانستان نادیده گرفته میشه و سرکوب میشه، این زمان میتونه تمامش به عدل و عدالت که حقانه به نام عمری یاد کردن برسه، عدالت واقعی بتونه در روح تامین پیدا بکنه که ما نب نظام خدا بتانیم تعریف بکنیم. مشخصتر به عنوان جوان افغانستان باید بیان بکنم که مردم افغانستان نه دوست دارن به نظام برگشت بکنن که پر از تقلب، پر از فساد، پر از دیدگاه های فاشیستی بودن
و نه هم دوست دارن بعد نه به نظام یا حاکمیت برگشت بکنن که او بیشتر با اصطلاح حاکمیت یا زبان یا عصر شطانی کار میشه. به این مبنا نیاز است که ما با عنوان شهروندان افغانستان قبل از اینکه به جهان و سازمانهای جهانی و امثال از اینا مراجعه بکنیم و داخل افغانستان مراجعه بکنیم که چطور میتونیم یک نظام منصف قانونمند و یک نظامی که همه بتونن خودشان را به او ببینن و قدرت در یک تمرکز ندارن بتونیم متوسط شیم. به اون لحاظ از اینا نمیشه که توقع بیشتر ما داشته باشیم. تاکید ما باید روی شهروندان افغانستان، روی مردم افغانستان، خصوصا قشر دهشتگر افغانستان باید باشد و این میتانه راه نجات افغانستان باشه. ولا اگر فراتر از این ما باز هم دلبند تصمیم و عملکردهای مثلا جامعه جهانی، مثلا سازمان ملل متحد و کسایی که همواره از اینها صحبت کرده باشیم، باز وضعیت افغانستان اینمی است و حاکمانشان هم اینچنینی. حالا ادامه این درخواست ها چه تأثیری بر وضعیت داره؟ بیانگر چی است؟ چه چیزی را تداوی میکنه در حالی که جهان میفهمه که این درخواست ها را کسی گوش نمیکنه و عملی هم نمیشه؟ خانم یاوه، اگر فشارها بیشتر و صادقانه باشه باید مطمئن باشیم که تمامی خواسته های مردم افغانستان جا داره که تدبیر شود. بعد از اینکه مردم افغانستان خصوصا زنان افغانستان چیز فراتر از شریعت، چیز فراتر از دین مبارک اسلام و حقوق انسانی و منطقیشان و طبیعیشان و جهانیشان نمیخواهد. اما اگر این فشارها صادقانه نباشد، باز وضعیت اینمی چیز است که امروز در افغانستان است. او مشخصه چرا اینا خواسته ها را بارها تکرار میکنن و آنچنان که شما گفتین که اگر جامعه عمل نمی پوشه چرا بارها این خواسته ها تکرار میشه؟ بحثی است که جهان با عملکرد ننگینه که قبلتر از 2 سال در افغانستان داشتن، یعنی در 24 اگست داشتن، امروز تلاش میکنن که دوباره با مصطلح بسیار عام مردم افغانستان با شما یک بینی خمیری و بینی عزت به جامعه جهانی بسازن که قطعا ممکن نیست. بنابراین اینا باز تلاش میکنن که بیان بکنن که ما مدافع حق انسان هستیم، ما گویا به خیر مردم افغانستان میاندیشیم و هم افغانستان برای ما اوضاعش یک اولویت است و ما برای مردم افغانستان، برای زنان افغانستان، برای بشر موجود در افغانستان گویا انسانی فکر میکنیم، در حالی که چنین نیست. اینا بارهای بارها و حتی امروز که نشست ها را برگزار میکنن در محور منافعشان تصمیم گرفتن، حرکت کردن، استراتژی ساختن و اونم را دنبال کردن. چیز فراتر از او در میان از اینا به نام منافع مردم افغانستان یا منافع ملت دردمند و بیچاره افغانستان که قربانی خواسته ها و جنگ نیابتی از اینا هست وجود نداره. برای تلاش از اینا همی است که عزت بخشی بکنن برای جامعه جهانی، برای نهادها و سازمان هایی که با فعالیت های ننگینشان جایگاهشان در افغانستان نزد مردم افغانستان از دست دادن. بنابراین تلاش هم متواتر در راستای مبحث است و در کنار از شما میدانیم که اینا منافع بزرگ خودشان در افغانستان دارن. بنابراین تلاش میکنن که با شیوه‌های متفاوتر جمعی که در افغانستان حاکم است را زیر فشار بیارن که گویا ما در کنار مردم افغانستان هستیم و این حرفی را که ما انتقال میدیم حرف مردم افغانستان است. اگر اینا واقعا حرف مردم افغانستان را انتقال میدن و بارها گفتن که ما حکومت فراگیر مثلا در افغانستان میخواهیم، شما فکر میکنید که اینا به این حد بی ظرفیت و بی درایت هستن که در 2 سال نمیتونستن این حکومت فراگیر تعریف کنن؟ اینا در 2 سال نتونستن حکومت فراگیر تعریف کنن. فراتر از اینا چی انتظار دارن از مردم افغانستان؟ ممنون شما خانم آروین. آقای شمسی، مسائل حقوق بشری، تأمین حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر در سیاست خارجی کشورهایی که مثلا همیشه درخواست میکنن، به تازگی گروه G7، اعضای گروه G7 در نشستی در شهر هیروشیمای ژاپن درخواست کردند که طالبان باید حکومت فراگیر تشکیل بدن و در این راستا گام های مهمی را بردارن، این مسائل چقدر برای در سیاست خارجی این کشورها مهم است و چی منفعت میتونه داشته باشه با باور شما؟ ببینیم، نزدیک به 2 سال میشه که امارت اسلامی در افغانستان حکومت میکنه و در این خلال 2 سال هیچ گونه از طرف هیچ یک از کشورهای دنیا، حتی همسایگان، حتی 58 کشور اسلامی دنیا، امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته نشده.
این نشان دهنده از این است که تا زمانی که امارت اسلامی افغانستان به او خواسته های دنیا و جهان، به او خواسته های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تمکین نکنه که او خواسته ها خلاف شریعت نباشه و حداقل با کنوانسیون های بین المللی و میثاق های جهانی خلاف از او نباشه. درست. اینا باید دیره بپذیره. پس چرا به رسمیت نمیشناسه؟ اینا رو امیر میگم خب به این به رسمیت نمیشناسه که اینا باید اینمی تعهداتی که میگن که ما بانوان اجازه میتیم برند کار خو اجازه بتن. امی که میگن ما مکاتب باز میکنیم باید باز بکنن. امی که میگن ما پانتونه باز میکنیم باید باز بکنن. اینمی که میگن ما حقوق اساسی مردم افغانستان واقعا و مشکل عملی احترام میگذاریم و نظری ایده میتیم که تمام اتباع افغانستان از مذاهب مختلف، از اقلیت‌های مختلف در ساختار سیاسی افغانستان دخیل باشند و اینا بتانند که در تصمیم گیری های کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی افغانستان سهم داشته باشند. اینا زمانی که امارت اینی کارا رو بکنه و من مطمئن هستم که دنیا اینا رو به رسمیت میشناسه. ولی آمدم سرزی، من گرچه نماینده جامعه جهانی نیستم، نماینده ملل متحد نیستم، خدا یک بخش با اینا همکار هستیم، اینا فعالیت های خود بیچارا به حد توان و در امور افغانستان انجام میدن و امی حالتی که امروز مردم افغانستان داره شما قبول بکنین که بیشتر فشارهای بین المللی است و بیشتر اینمی نمایندگان اتحادیه اروپا و ملل متحد در افغانستان، بعضی خبرنگارانشان، بعضی کسایشان که در بخش حقوق بشری کار میکنن. من افشا نمیکنم، یک بانو را توظیف کردن از آمریکا و اروپا که تو برو بر مردم افغانستان کار کن. او بانو آمده در افغانستان دفتر ایجاد کرده، زمینه ازر مساعد میکنه که تعداد زیادی از بانوان دیگر هم هر روز زمینه شون مساعد بکنه بره خارج از افغانستان. آیا آقای عادلزاده به نظر شما برآمدن از افغانستان، فرار کردن از افغانستان، قشر روشنفکر، فکر بانوان، زنان، اتباع افغانستان راه نجات است؟ راه نجات افغانستان هست؟ راه نجات افغانستان نیست. بس در کل در کلیت همه جامعه جهانی مسئولیت خود در قبال مردم افغانستان انجام داده و انجام میده، بیشتر از این نمیشه. این شما بگوین که اینا چی کنه؟ پس مسئولیت برمیگرده به مردم افغانستان. اینا دوباره بشنس. بله دوباره با بی 52 وارد افغانستان شد. در این صورت مسئولیت مردم افغانستان چی است؟ مسئولیت مردم افغانستان ایست که رایزنی ها را شروع کنه، با امارت اسلامی افغانستان بشینه و شورای علمای افغانستان در این قسمت مسئولیت داره، جامعه ژورنالیست های افغانستان شما هستین مسئولیت دارین، جوانان افغانستان مسئولیت داره. حالا متاسفانه درد ما اینجاست که همه کس اگر از افغانستان زمینه مساعد شود میخواد از افغانستان فرار بکنه. این زمینه گفتگو چگونه آخ شمسی فراهم شود؟ اینمی زمینه گفتگو را جمع همکاری جامعه جهانی و ملل متحد، خود افغان ها برای خود اینمی پتانسیل ایجاد کنند، اینمی ظرفیت برای خود ایجاد بکنند، از امارت اسلامی حراس نکنند، برن بشینن باشان صحبت بکنند در هر حدی که شناخت دارند. فرضاً شما یک تعدادی از صاحب نظرانشان میشناسین، شما به نوبه خود گپ بزنید، من با یک تعدادشان روابط دارم، من به نوبه خود گپ بزنم، این بانو روابط داره. این من بر شما اینو میگم که ما متاسفانه در صدد، تا هنوزم در صدد حکومت سازی، دولت سازی، مردم سازی و افغانستان سازی نیستیم. ما هنوزم در صدد عزیزیم چگونه یک راه را پیدا بکنیم افغانستان را ترک بکنیم. و متاسفانه همین گپ ما خلاص شود. متاسفانه هر کسی که از افغانستان رفته و میره پس بر نمیگرده. من کسی را میشناسم که 61 سال قبل از افغانستان رفت و تا هنوزم گریان میکنه که من اینجا خوش نیستم، ولی اگه بگوی بیا نمیاد. او کسی 50 سال پیش رفته، در کودتای داوود هم رفته پس نامده و از او بالاتر هم. اینی راه حل نیست. افغانستان باید منسجم شه و افغانستان به خاطر کشور خود، اگر واقعا خود افغان میدانند صاحب کشور میدان. ممنون شما خوش شانسی. خانم آروین، مسئولیت جامعه جهانی در حال حاضر در قبال مردم افغانستان چیست؟ اول یک نکته را میخوایم عادلزاده صاحب بزرگوار به عنوان کوچک افغانستان بیان بکنم که مردم افغانستان بسیار جد دردمند هستند، خصوصا زنان افغانستان. شما حداقل در 100 سال گذشته کشور به نام افغانستان اگر تاریخ را دقیق بخوانید باز متوجه میشین که چقدر زنان افغانستان محروم بودند، چقدر زنان افغانستان سرکوب شدن. حتی در 20 سال گذشته را که شما مد نظر بگیرید، بران هیچ جای تاریخ حداقل 100 ساله افغانستان را پیدا نمیکنیم که زن افغانستان محروم نباشد، بدبخت نباشد و شکنجه و شیوه های متفاوت نشده باشد. درست. بران اطلاق بیدنفیت برای مردم افغانستان نفکر میکنم که کار درست نیست. برادر ما بزرگ هستن، شمسی صد دوست شان داریم. در قدم بعدی چند نکته را میخوایم قبلتر از بحث شما بیان بکنم، کتاب برم بعدا به سوال شما زودتر که
وقت گفته میشه که چرا کل مردم افغانستان میخواین که افغانستان را ترک کنند، من بسیار یک مثال کوچک برای شما میتونم آدم ساده سه. وقتی در افغانستان و یک کشور بدبخت به نام افغانستان بدون هیچ گونه دلیل، هیچ گونه دلیل به نام دین، به نام شریعت نمانند که دختر شما دینی کشور خودش درس بخونه، نفس بکشه و حس مالکیت نسبت به وطنش داشته باشد، شما میگین به خانواده ها چی باید بکنه؟ ما شما باید ایره از عمق قلبتان درک بکنیم که من نماینده از این جستم یا از اون جستم، نباید پیشوی زیر بگیره که ما واقعیتها باید بیان بکنیم، باید عادلانه باشه. بسیار طرف دیگه ما یک مثال میخوایم داشته باشه، ما باید صحبت های صادقانه داشته باشیم. خیر است که روی ما شما فشار است، اگر ما از مبارزه یاد میکنیم باز باید اول همین مبارزه و جهاد را در برابر تامین حق خود ما شما یاد بگیریم. از یک طرف ما میگیم که جامعه جهانی مثلا کمک کرده روشن فکرای افغانستان انتقال داده، باز از طرف دیگه میگیم که یک جفاست که مثلا دفتر جور شده هر روز روشن فکرا میرن و دیگه برگشت نمیکنن. اینا رو شما فکر میکنن که جامعه جهانی در حق مردم افغانستان خوب کرده یا خیانت کرده با انتقال این جمع؟ ما با ایتیری وال دامن پیدا بکنه یا توقف؟ در کنار این مبحث گفته میشه که جامعه جهانی مثلا هفته وار از مردم افغانستان حمایت میکنن. دارید شما کدام گزارشه که معلوم شود که پول ها در طول این 2 سال در کجا رفتن و چقدر روی وضعیت مردم افغانستان تغییر گذاشتن؟ در 2 سال گذشته شما بارهای بارها حداقل از سازمان ملل متحد اگر گزارشش دنبال بکنه، سطح فقر به جای اینکه کاهش پیدا بکنه هر روز افزایش پیدا میکنه. پس پول ها کجا میره؟ آیا واقعا حمایت از مردم افغانستان است یا از یک جمع خاص یا نگهداری یک جمع خاص در قدرت؟ شما حق بیان آزادانه را در کشور مملکت خودتان نداره، بعد توقع دارین که مردم در اینجا باشند و زحمت بکشند و کار بکنند. البته یک نکته را میخواهم یادآور شوم که تمام این موارد را که من بیان کردم کوچکترین دلیل هم نمیتانه باشد به اینکه ما وطن خود، مملکت خود، کشور خود دوست نداشته باشیم. از مسئولیت های خود فرار بکنیم می توجه نمیتونه باشه. با یک بخش صحبت های شمسی صاحب من موافق هستم که ما باید خود ما خانه خود بسازیم، ورنه هیچ کشور خانه ما نخواهد ساخت. در قسمت سوال شما ببینید، ما بارهای بارها بیان کردیم که اگر کمک های بشر دوستانه در افغانستان صادقانه است، بیاین امیر به اوضاع بشری مقید بسازیم، بیاین حداقل بر مردم افغانستان توضیح بدید که این پیسه ها کجا میره به اصطلاح، اما اینا این کار انجام ندادن. در خاموشی کامل مردان افغانستان خصوصا قشر خاکستری افغانستان صورت میگیره. چرا به شیوه های متفاوت با واژه های متفاوت پروژه عنوان میشه؟ تشکر. یک خانم آمده یک کار انجام داده، ولی اون خانم هایی که هر روز خونشان به کف دستشان میگیرن یک روز هم توقف نکردن برای تامین حقوق خودشان، برای تامین حقوق همه برادرای ما، اما نادیده گرفته میشه. حداقل میره بیایم ما بگویم که همین زنای افغانستان اونمو پایگاهی را که دین روز اونمو موقف را که دیروز داشتن، امروز هم مستقیم روی اون موقف خود استاده هستن. چند خانم خاصه که به خاطر واقع پروژه کار میکنه، به خاطر منافع خود کار میکنه، از افغانستان میخواه بیرون شه یا هر دلیل یک مثالای زیاد دادش، اینا نمیتونن اصلا افغانستان نمایندگی بکنن. ما به عنوان نمونه میخوایم بیان بکنم که برادر بزرگوار ما حتما حداقل شناسایی را داد. ما در طول مبارزات خود که انجام دادیم هیچ وقت نخواستیم کشور خود ترک بکنم و فعلا به عنوان نمونه در داخل وطن خود، در داخل کشور خود هستم. ولی بله، بله من من حیث یک شهروند در افغانستان امروز بی وطن هستم. بله من حیث یک شهروند در افغانستان حس مالکیت نسبت به وطنم از ما گرفته شده، مجبور هستم یک روز به یک ولایت باشم، یک روز به دیگر ولایت باشم. چرا؟ خاص به خاطر اینکه من میگم حقوق ما را که اسلامی است، انسانی است، شرافتمندان خودتان باید بر ما بدین، چون حکومت اسلامی است. آقای شمسی، صحبت های خانم آروین شنیدین، واقعا بازی جامعه جهانی در قبال افغانستان چگونه است؟ چرا به جای این بیانیه ها و درخواست ها مکانیزم های عملی در نظر گرفته نمیشه؟ روی هم رفته، من ایره میگم که ما باید منسجم باشیم، افغان ها باید متحد باشد و افغان ها به خاطر از اینکه بتانه یک فشار بالای جامعه جهانی باشه، افغان ها از اینکه بتونه یک فشار بالای امارت اسلامی افغانستان باشه، اینا به یک انسجام و یک اتفاق فکری نیازمند هستند که هم ما بتانیم امارت اسلامی افغانستان به خاطر حقوق خود و به خاطر آزادی بیان، آزادی مذاهب، آزادی اجتماعی، حقوق اساسیت با افغانستان اینا را وادار بسازیم به این کار، و از طرف دیگه بتانیم که توجه جامعه جهانی را هم به افغانستان جلب. شما یک نقطه را فراموش نکنید، یک ده کسایی که به رسمیت شناختن طالبان
فشار دارن یا میگن اینا را به رسمیت بشناسن، یکی از اونها مستم. من دلیل دارم پیش خود. من دلیل مایی است که هر اندازه اگر امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته نمیشه، هر اندازه ای که فاصله میگیره بیشتر آسیب اتباع افغانستان میبینه، بیشتر بحران اقتصادی دامنگیر اتباع افغانستان میشه، بیشتر مهاجرت از افغانستان میشه. شما ببینین و از طرف دیگه مرزهای افغانستان و بعضی نقاط دوردست افغانستان جایگاه نیروهای افراطی و نیروهای توریستی قرار میگیره. البته دلیل ما برای که اینا را به رسمیت بشناسن اینی مسائل هم بوده، جدا از اینکه میدانیم که اینا حقوق شهروندی را به حد اساسیش احترام ندارن، مکاتب باز نمی کنن، دانشگاه را باز نمی کنن، بانوان که 50% تکمیل کننده یک جامعه است بر اذن اجازه کار خب نمیتن. مشکل کجاست؟ خانم اروین هم اشاره کردن که یک حکومت اسلامی است اما بر بانوان حق اولیشان داده نمیشه و حق آزادی بیان برشان داده نمیشه و فرصت نفس کشیدن داده نمیشه. مشکل کجاست؟ خب در همچون یک حکومت اسلامی چرا دروازه های مکاتب باز نمیشه؟ شما ببینید که من در صحبت های قبلا به این نکته اشاره کردم که اینا نمیگن و نگفتن که ما به صورت قطع هیچگاه اجازه نمیتیم به یک مکاتب باشه. میگه ما منتظر یک کار هستیم، انشاءالله باز خب میکنیم. کار چی وقت انجام میشه؟ حالا بحث اینجاست. به اینمی خاطر اینا مشکلات های خود هم دارن. امارت اسلامی افغانستان مشکلات شانی است که در 2 سال اینا را کسی به رسمیت نشناخته. مشکلات شانی است که اینا در بسیار از کنفرانس هایی که در کشورهای دنیا برگزار میشه نماینده از اینا وجود نداره. خب دلایل خاص خود داشته آقای شمسی، همین که به درخواست جهان توجه نشده، حقوق بشر رعایت نشده، همه موارد واضح است، روشن است همین مشکلات. خب امیر بر شما میخوایم بگویم زمانی که امیتون نشده جامعه جهانی هم با اینا همکاری درست نکرده. حالا شما ببینید اگر جامعه جهانی پول در افغانستان میفرسته برای اینا نمیفرسته، او را به خاطر حمایت مردم افغانستان روان میکنه. امی راپوری را که 90% افغان ها زیر خط فقر قرار داره که ما و شما در جریان هستیم، 85% در زمان خود اشرف غنی هم مردم زیر خط فقر قرار داشتن. تنها او زمان کمک ها بیشتر در افغانستان سرازیر میشد و همه مردم در افغانستان بودن، یک مقدار زمینه کار و کاریابی بیشتر بودن، تعداد مهاجرت کمتر بود. حالا متاسفانه اینی تو یک مسائل شده که تعداد مهاجرت هم زیاد است و تعداد کار در افغانستان کمتر شده. او زمان هم عین نیروهای امنیتی ما و شما هم کمک خارجی بودن و اکثر بخش های اقتصادی ما و شما. خود تعادل حفظ بازار ارز در افغانستان این بحث عادی فکر نکنین و اینمی کمک ها است که ما تانستیم که حداقل دلار در خلال 2 سال یا کمتر از 2 سال حداقل یک سیر زیاد نزولی و صعودی خود تعیین نمی کنه. اما این حمایت به گونه جدی، به گونه خوب نظارت نشده، این پول ها به مردم افغانستان نرسیده. خانم آروین میگن که این پول ها برای حمایت گروه خاص، یک جمع خاص در افغانستان فرستاده شده. من فکر میکنم که پولی که امارت یا طالبان بتانن از خود یعنی برای خود مصارف کنن، پول های زیادی ما داریم. شما در جریان هستین که سرحداتی که با افغانستان مرز داره و کشورهایی که میآید، بازارهای اقتصادی، مالیه و صدها موارد دیگه میتونن که کفایت تزیینا را بکنه. و ای که چه گونه پول به افغانستان نرسیده، باز هم اگر من اینال مردم افغانستان ملامت بکنم شاید زیاد مورد سرزنش هم شما قرار بگیرم. شما میبینین در یک کوچه ای که راپور داده میشه، یک کسی به عنوان وکیل گذر اونجا تعیین میشه. آیا او وکیل گذر تعداد فقرا را به ملل متحد یا به کسایی که سروی میکنن یا کسایی که کمک میکنن معرفی میکنه یا تعداد اقارب خود معرفی میکنه؟ طبعاً اگر هر کدام ما و شما پرسان کنیم یک وکیل گذر تعداد اقاریب خود من خواهیم باز هم حقیقت اکتمان میکنن، باز هم کمک به او کسی که باید برسه، به اونایی که باید برسه متاسفانه نمیده. خیلی ممنون آقای شمسی. خانم آروین، چه زمانی و در چه صورتی جای این درخواست ها و بیانیه ها را راهکار عملی و میکانیزم های عملی خواهد گرفت و یا اینکه چه زمانی به این درخواست ها توجه صورت خواهد گرفت؟ تا زمانی که جامعه جهانی و تکداران مدافع حقوق بشر و حقوق انسان صادقانه در کنار مردم افغانستان نیستند، دست بردار نشن از حمایت گروه های تروریستی، افرادگرا و بنیادگرا و به اصطلاح عام مردم افغانستان اینمی دیگ است و اینمی کاسه. چون من پس دیگر میخوایم به عرض شما بزرگوار برسانم که در این شک وجود نداره که مردم افغانستان هم که گفتیم قربانی هستن و زمان بیشتر قربانی میشن که خاموشی اختیار میکنن.
با این خاموشی بدون شکماتی که ما به شما گفتم توجیه ناپذیر است و ما باید دانلار شهروندان افغانستان و سایمین این خواب ارائه به مسئولیت بکنیم یا ادای مسئولیت و استنای اساسی بکنیم. ببینید یک مبحث به اینجا یادآور شدیم که اگر جامعه جهانی مرد حکومت طالب ها رو مثلا بر رسمیت بشناسند باز اوضاع افغانستان بهتر میشه. گویا من از برادر بزرگوار مشتم سی سب میپرسم که آیا شمایی که میگین حکومت کنونی به رسمیت شناخته شود تضمین میکنید که فردا اگر حکومت به رسمیت شناخته میشه باز وضع مردم افغانستان خصوصا اقوام دیگه زبانهای دیگه اقشار دیگه صنفهای دیگه مذاهب دیگه بدتر از امروز نخواهد بود؟ آیا می تضمین وجود داره نه تنها برادر مفرم سیسک خیلی از دوستای دیگه که داره میکنن و همو کشورهایی که میخواین که جمع حاکم در افغانستان به رسمیت شناخته شده یک مسئله. مسئله دوم وقت ما میگیم که این حمایت های بشر دوستانه از مردم افغانستان است آیا یک بارم که شده این حمایت های بشر دوستانه را به گونه تکنیکی واقعا بررسی کردیم که پس از یک روال پیشیده کمک به اقتصاد جمع حاکم در افغانستان میکنن؟ اگر نمیکنه بیاین یک هفته این کمک های 40 میلیون دلاری شما توقف بدین ببینید که صدای کی بیشتر مبرایه. مگر قبلا چنین نشده. تشکر خانم و آقای، اگر گفتن ممنون پیسه های شما. بسیار زیاد در افغانستان وجود داره من کاملا اینو میپذیرم ولی یک بار بیاین ببینید که این پیسه ها و پول های زیادی که وجود داره همی خیرش چقدر برای مردم بیچاره بدبخت میرسد. حالا خوش شما هم روز میبینید اگر در یک خیابان یک روز یک وقت دو سه گدا بود امروز در دانه گداست و در سری بزرگش خانم آب. بله بله تشکر خانم ماروین. در صورتی که کشورهای جهان و جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان صادق نیستند و مردم شهروندان افغانستان هم خاموش هستند، پس این مشکل چطور میشه؟ راه حل چی است؟ راه حل اساسی کم کوتاه تر خواهد. راه حل مردم افغانستان، شهروندان افغانستان و ما به عنوان فرزندان این خاک هستیم. نباید با افکاری که تلاش صورت میگیره که به شیوه های متفاوتر رأی ما را رقم بزنه لبیک بگوییم. ما باید خود ما تصمیم بگیریم که میخواییم حکومت ما چگونه باشه. ما باید خود ما تصمیم بگیریم که حاکمیت رأی مردم بر مردم باید باشه. نه از جهان توقع بکنیم، نه از این آن توقع بکنیم. بیایم یک بارم که شده به خود ما، به فرزندان ما، به وطن ما، من حیث یک انسان، من حیث یک شهروند افغانستان نگاه بکنیم و یک بار دیگه میگم که ترس ما بزرگترین اسلحه یک جمع است که میخوای حاکم باشه بر ما. با این ترس را بشکنیم دستورت که نشکنیم بینیم این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و ما قربانی خواهیم. خیلی سپاس خانم ماروین. تشکر مهمانان گرامی. آقای دکتر صمیم شمسی کارشناس سیاسی و خانم مریم معروف فاروین که از طریق خط اسکایپ در برنامه وصل هستند، فعال سیاسی، سپاس گذاریم از حضور شما در برنامه و همینطور تشکر از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه زاویه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.